بیش از سه سال از پایان حکومت سنی های تنروی داعش در عراق می گذرت. اما همچنان برخی عوامل و عناصر این گروه تروریستی در شهرها و مناطق مختلف عراق مخفی شدن بر همین اساس هر از گاهی خبری در مورد انجام عملیات های جدیدی علیه داعشی ها در رسانه های محلی عراق منتشر می شود همکار عملی اکبری گزارش می دهد. سازمان 8 شعبی عراق شامگاه روز گذشته شنبه از یک عملیات جدید در شمال شهر موسل خبر داد. پایگاه خبری 8 شعبی گزارش داد که نیروهای این سازمان یک عملیات امنیتی را برای تخریب چند تونل در منطقه خواجه خلیل در شمال موسل انجام دادند. نیروهای لشکر 59 ستاد عملیات هشت شعبی در استان نینوا موفق شدند در جریان این عملیات سه تروریست داعشی از جمله مسئول نظامی بخش بادوش را در هنگام فرار از پای درآورند این لشکر امروز یک تروریست دیگر به نام علی حسین علی ابراهیم الدلیمی را که از عناصر برجسته داعش بود از پای درآورده بود این در حالی است که نیروهای هشت و شعبی ارتش و نیروهای امنیتی عراق هفدهم مهر ماه گذشته عملیات گسترده ای را برای پاکسازی روسته ها و مناطق بیابانی شهر موسل از مخفیگاه های داعش آغاز کردند همه مجموعه های زیر نظر فرماندهی عملیات نینوا در هشت و شعبی از جمله یگان عملیات اطلاعات تخریب و مهندسی و همچنین تیپ 33 و 59 و و از چهار محور اقدام به تفتیش و پاکسازی روستاهای الابراهیمیه، الحسینیه، المزملات و تلوریان در جنوب شهر موسل کردند. استان نینوا، علا رقم این که در جوانه 2017 از اشغال تروریست های داعش آزاد شد، اما همچنان تروریست ها در کوه ها و مناطق مرزی این استان در قالب هسته های کوچک فعالیت دارند. هشتم مهر ماه سال جاری نیز سازمان هشت و شعبی از آغاز عملیات مشترک بزرگ با نیروهای امنیتی و ارتش عراق در منطقه الحزر واقع در جنوب شهر موسل در استان نینوا خبر داد. علی اکبری اخبار